داداش ببین این چیزها رو دپو کن دیگه بابا، این آسفالتو رو دپو کن. آره قربونه دنم آقا، ضررش با من، تو اینا رو دپو کن. آره ببین بی ام مشی چی شد، ببین بی ام مشی رو من قولش به دختره دادم، برو ضایع نکنی داداش. حله سلام علیکم جون. قادری هستم. قادری؟ معلم نمونه کشور. بله بله ممنونم. ببخشید آقای رسولی هستم. بنده فعلا جای پدر اومدم. پدر یک هفته‌ای رفتن مسافرت. یه سفر زیارتی رفتن. به به، سفر زیارتی کجا رفتن؟ تایلند. چه عالی. حقیقتا من برای بازنشستگی مزاحمتون شدم. واقعا خسته نباشید. بس میخواید که دیگه مطمئنید میخواید خودتون رو بازنشست کنی؟ بله اگه بشه یه ذره به خانواده برسیم و اوقات و فراغت رو با خانواده بگذرونیم. البته در جریان اتفاقات هستید که پدر یک سفر زیارتی هستن و یه خورده دست و بال منم بس است، من تازه اومدم اینجا، یعنی اینم بعد این حقم به من بدید. بله در جریان. البته عجله ای هم نیست بابت پول بازنشستگی جناب رسولی عزیز. کدوم پول؟ پول صندوق بازنشستگی دیگه. آهان، آخی. متاسفم واقعا، اونو که دوز زد برد. واقعا میگید کی دوزیده؟ معلوم نیست. خب کی معلوم میشه؟ یه 10-15 سال دیگه طول میکشه، به هر حال زمان میبره پیگیری. آقای رسولی من تا اون موقع چیکار کنم آخه؟ البته پدر برای زحمات بیدریق شما یک هدیه ای در نظر گرفت. واقعا مرسی، اصلا فکرشو نمیکردم به فکر من باشی. خواهش میکنم. 1 کیلو سوسیس بلغاری اصل خدمت آقای قادری عزیز. خدمت شما، بفرمایید. آخه سوسیس؟ به خدا بضاعت ما هم همین. آخه تازه بودجه این بخش رو واریز کرده بودن. متاسفانه دزدیده شد. بابا کی به این صورت دزدید؟ اونو خودم دزدیدم. والا یه خورده حقیقتش به پول نیاز دارم. البته بعدن سر جا میذارم پولو. چه عالی، دستتون در نکنه که میذاری سر جاش. فقط من به این پول بازنشستگی خیلی شدید نیاز دارم. شما سال دیگه تشریف بیارین پیگیر بشین. البته اینم عرض کنم که تا سال دیگه احتمالاً پدر مدیر این مجموعه نیستن. ای بابا چرا نیستن پدر؟ احتمالاً به خاطر بیکفایتی باشه. دستتون در نکنه، پس من با اجازه سال دیگه مزاحمتون میشم. راستی شنیدم که شما معلم نمونه کشوری شدین و توی تلویزیون شما رو نشون دادن، درسته؟ بله درسته. واقعا افتخار آموزش و پرورش هستید شما. لطف داری، ممنونم از شما. خواهش کنم. البته اگه تلاش مجموعه پدر بنده و تلاش مسئولین مرتبط نبود شما اصلا دیده نمیشدید. حیف که پدر من پشت پرده است و دیده نمیشه و عاشق تلویزیون رو دیده شدن نیست. حیف. مرسی، اجازه مرخصی میدین؟ بله. فقط یک نکته بگم که آقای قادری عزیز، شما دیگه حق استفاده از بیمه هاتون رو نداریم. چرا آقای رسولی؟ سوال الکی، من واقعا خوشم نمیاد آقای قادری عزیز. شما دو عمل تحت بیمه ما و تحت پوشش و حمایت ما بودید و انجام دادید آقای قادری عزیز، و شما دیگه از این به بعد حق استفاده از بیمه هاتون رو نداریم. بله اگه اجازه بدیم من از خدمتتون مرخص بشم. بفرمایید آقای قادری، هستیم در خدمتتون. شما 2 عدد ماژیک، 1 تخت وایت بورد، 2 گچ و 1 تخت سیاه زمان قدیم استفاده کردید و شکوندید، درسته؟ بله متاسفانه اتفاق، ولی اینا خیلی قدیمیه. جمع این خسارتی که وارد کردید به مجموعه ما 17,550,000 تومان میباشه. آقای رسولی من اومدم اینجا یه پولی از شما بگیرم، ولی شما دارین یه پولی از من میگیرین. آقای قادری عزیز، خیال کردید پدر بنده مسافرت اینجا دیگه هر دنبیلی شده؟ خیر، من اینجا با قدرت، 1 ریال نباید جابجا بشه، اینا حق و ناسه. بله درست میفرمایید، فقط من الان پول همراهم نیست، امکانش هست بهتون چک بدم؟ خیر آقای قادری عزیز، دم در بی زحمت کارت بکشید. آخه آقای رسولی عزیز، میخواستم برای دخترم جایزه تهیه کنم، پول بازنشستگی که ندیدین، حداقل پولی ازم نگیرید. خب البته خسارتیه که شما زدید آقای قادری، البته جای نگرانی نیست، ما برای جایزه دختر شما هم یه فکری کردیم. واقعا ممنونم، چیکار میکنید؟ خیالتون راحت، ما دعا میکنیم شما دعای خیر ما رو پشت خودتون دارید، بدرقه راه. بله ممنونم، دستتون در نکنه. خواهش میکنم آقای قادری عزیز، دم در کارت بگیرید. خدا نگهدارتون، به پدر سلام زیاد برسونید. خدا به همراهتان، خدا نگهدار. سوسیس هم دادم، خدا راضی باشه از من و پدر. خیلی ما زحمت میکشیم برای مردم عزیز. جونم عشقم،
بابا بودجه امسال تموم کردم، تازه برات ویلا خریدم، برای ماشینت بعد وایسی با بودجه امسال برات اوکی کنم دیگه. بودجه رو من اوکی میکنم. تو تا سگ بیار اینجا، همه گرگن همه بچه شیگوله، یه مش کله گنده.